چکتن پس پیچلی نامه قدرمن الدن کو سلامونا او شی چاره هیلمن یم چه روغ جوړ خوشحاله سوکاله او بریالی وسی قدرمن الدن کو دادی د الله جل جو په فضل او تاسو د سوکاله او بریا په هیله د ملی والی د دریسو و دې سم پروگرام د ایمان د تلویزیون د زلاندو سپول لاره تاسه مبارک حضور ته دالی کول غواړم از جار مو استل چنن بیا هم پر لپوري مطالب تاسه مبارک حضور ته وړاندې کړو نن شنبه ورځ د دیالاسو څلور نو یوم د غوی د ساور د میاشتې شپږمه چې د 2015 ایسوی کال د اپریل د میاشتې 25 نیټې سره سمون خوري دا دی خپل پروگرام لکتل پشان په یو هم د شریف متبرکو کوو په دې هم کې داسې راغلی چې هم او بېحده ستاینه هغه سپېڅلي چیښتن لره چې انسان یې په خبر کولو او نورو ښېګڼو ونازوو او انسان ته یې د ټولو مخلوقاتو په پرتله کرامت ورکړ. حتی لوی رب د هغه لورینې او پرزوینې چې د انسان سره یې درلوده د نمرود اور یې په خپل خلیل ګلستان جوړ کړ، یعنی د نمرود اور یې په خپل خلیل په ګلستان بدل کړ. او همدارنګه کله چې وغوښتل یو انسان چې د خدای د اوامرو نه سرکشي وکړي او نعوذ بالله خپل حد نه ووزي او د خدای دعوایي وکړي، بیا دا ذات همغسې قهار دی چې په یو عادي میاشت یعنی یو میاشت سره غدار دښمن ټوټه ټوټه کوي، چې بهترین مثال د علم ترکیف مبارک آیت دی. دوستانو، وروسته چې د الله جل جلاله د هم نه خلاصیږو، ضرور چې درودونه او سلامونه د دې لوی چیښتن ستر حبیب او ورشتنی پیغمبر ورشای پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ته ولاندې کول غواړو. پس دین چې درودرم په پاک حضرت واستول، بیا لږ زره خپل د انسان په صفت په عمیق فکر کې زو چې دا نړۍ چې تاسو ګورئ دا یوه کښتۍ ده، دا یوه کښتۍ ته ورته ده چې دلته ډېر زیات مختلف ژوي او ناژوي موجودات ژوند کوي، خو
خو مهمه دا ده چې تر اوسه په سمه توګه انسان په دې قادر شوی نه ده چې وایي دا کشتۍ دا بیړۍ د کومې زمانې نه په حرکت یا په خوځېدو پیل کړی او دا کومې خواته روان دی او دا به څومره موده نور لار ووهي. نو له دې کبله انسان هم چې د دې کشتۍ یو سرنشین یا یو په کشتۍ سپور انسان دی موجود دی، هغه وایي چې موږ د کوم ځای نه راغلي یستو، کومې لورې ته روان یستو، ولې راغلي یستو، او د موږ راتګ فلسفه او حکمت په چه کې وه. دې نه تر اوسه پورې انسان هغومره خبر نه دی، خو انسان داسې یو موجود دی چې تر ټولو وروسته راغلی مګر تر ټولو زیات کار یې کړی په دې لاره کې، او تر ټولو نورو نه هم انسان په خپل هلو ځلو سترې بریاوې په دې لاره کې هم ترلاسه کړي دي. انسان د انګریز یو مشهور پو ډاکټر الکسس کارلس وایي چې د هغه په قول وایي چې انسان یو ناپیژندل شوی یو موجود دی، انسان یو ناپیژندل شوی موجود دی، او خو د هر شي په پیژندو کې همده انسان همدا ناپیژندل شوی انسان ډیر کار کړی ده، او تل هڅه کړې چې هغه پټ رازونه هغه پټ اسرار ته لار پیدا کړي او خپل سر ماغزه پرې خلاص کړي. او کله چې انسان دې نړۍ ته راغلی د همغې ورځې د دې کاروان په لټه کې شوی چې دا کاروان کوم ځای نه راغلی، کومې خواته روان دی، څه دپاره راغلی او په څه دپاره تر اوسه پاتې دی. خو هر څومره چې انسان په دې لاره کې لټه کړې ده لا هم قطعي ځواب یې تر اوسه پیدا کړی نه ده، او هر چا د خپل پوهې په اندازه د خپل درک په اندازه دغه مسائل تعبیر کړي دي. د هغه ته چې د خدای جلاله پیرزوینه پرې شوې لورینه پرې شوې چې دا دې لاره کې ډیر کار کړی تر یو حده پورې خدای د زړه په زړه کې نور پیدا کړی، لارښوونې پیدا کړي چې دغه خلکو ته بیا موږ تاسې ولیان عارفان او داسې نومونه ورکړي. خو بیا هم د دغه خلکو دنده دا ده چې همره چې خدای په دوی رحم کړی چې دغه د خدای پیژندنې نور محبت د دوی په زړه کې روښانه شوی، دا دوی وظیفه ده او دنده ده چې تر هغې خپل پوهې پورې پاتې نور انسانان هم روښانه کړي، دوی ته د لومړۍ لاس معلومات ترله ورکړي، تر څو که خدای کول چې ورورو ټول عالم بشریت یو سمې لارې ته راوګرځول شي. نو له دې کبله دا ټول که تاسې فکر وکړئ چې دا بیړۍ د یو ناخدا یا په لاس کې چې چلیږي دې په هکله خپله څه وایي، همدغه څوک چې دا کشتۍ اداره کوي، دا کشتۍ
په لاره اچولې او پر مخې بیا یې کنټرولوي. دا وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وایي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. او موږ هم د خدای نه غواړو چې فقنا عذاب النار. دنه به بهترین دعا انسان ته نه چې ای خدایه موږ ته سمې لارې لارښوونه وکړه، او تر څو چې موږ لار موندونکي اوسو، او فقنا عذاب النار یعنی د دوزخ د عذاب نه موږ وژغورل شو. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خدای مخلوق ته، د خدای بندگان ته خدمت وکړو، او د خدای رضا ترلاسه کړو، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم روح خوشنوده وګرځوو. دوستانو، نن بیا هم د ایمان څو دقیقې وخت راغلم، او د ایمان تلویزیون کتابتون ته چې وړکی کتابتون دی هغه ته مې سر ووهه. دلته مې ډېر یو ښکلی کتاب په ډېر ښکلی صحافت او ډېر ښکلی بڼه قطه صحافت او هغه پشتۍ سره د دیوان اشعار یا د اشعارو دیوان تر نامه چې د جناب محمد کریم کابلی صاحب ده، او خدا د دوی او بکي د دوی دیوان د چاپ راوتلی ده، او یوه ټوګه یې د ایمان تلویزیون ته هم ډالۍ کړې ده. دلته د دې مبارک انسان بختور لور ناجیه جان کریم دا کتاب تلویزیون ایمان تلویزیون ته ډالۍ کړی. ما څه دې اشعار ولسته، خو مو دا غوښتل مې چې چون ټول سریزه مناجات او حمد و ثنا و صفت ټول په پښتو کې و، ما د دې کتاب نه یوه برخه چې دا د الهي په نامه د هغه مې غوره کړم، غواړم چې تاسو مبارک حضور سره هغه په برخه کړم، او هیله مند یم چې زه دا هغه څه چې شاعر غواړي وشم لوستی، او که څه خطاوې مې وکړې تاسو په خپل بزرګوارۍ ما وبخئ. وای الهی، تو از آن منی، من آن تو هم، ذره خاک آستان تو هم، از نزاع زمان و جور کسان، از نزاع زمان و جور کسان، نهراسم که در امان تو هم، از نزاع زمان و جور کسان، نهراسم که در امان تو هم، غم روزی روز و شب نخورم، غم روزی روز و شب نخورم، ریزچین طفیل خوان تو هم، بیم منزل نمی کشد زرهم، بیم منزل نمی کشد زرهم، حیوان دنبال کاروان تو هم، از خودی خودم نیم آگه، بس که سرگرم داستان تو هم، بوم شبگرد غم گداز غمت، مرغ شبگیر آشیان تو هم، سوز ساز تو کارساز من است، سوز ساز تو کارساز من است، شم خاموش بی زبان تو هم. خداوند روح جناب محمد کریم کابلی صاحب غریق رحمت خود کنه،
جنت الفردوس مکانش باشه و چه جای خوشبختی است که انسان بزرگوار یک صبیه یا دختر هم به این جامعه تقدیم کرده که اونا هم راه پدر تعقیب کردن و اونا هم شعر میگن و شاعر هستن. در محافل همیشه از اشعارتون ما لذت میبریم و جالبی که اینا دیوان پدر با اینقدر صحافت زیبا برای ابد ابدی ساختن و کتابخانه های جامعه افغانی و تا جامعه امریکایی را غنامندتر ساختن. امیدوار هستم که همه کسایی که امی امکانات نزدشان باشه لطفا امانتی که نزد ملت از ملت نزد شماست او را به ملت تقدیم کنین. یک جهان تشکر ناجی جان گل، بسر مالت برکت، خداوند توفیق مزید نصیبت عطا فرمایه. دوستای عزیز، اما تو که وعده کرده بودیم و وعده میکنم تا وقتی که قاتلین فرخنده به محکمه ملت پیش نشن و به کیفر اعمال خود نرسن، ما هر روز هر هفته از هر امکانی که باشد ما صدای خود بالا میکنیم، صدای اعتراض خود بلند میکنیم و به دولت و مقامات عدلی و امنیتی میفهمانیم که این موضوع خاموش نشدنی است. باید هر کسی که در این فاجعه اندکترین دست داره باید محکمه شود و به کفر اعمال خود برسه. خوشبختانه در هفته گذشته در ادلابالای فیسبوک چهره یک جانی را در روی صفحات فیسبوک دیدم که این جانی کسی بود که با موترش دو مرتبه یا سه مرتبه هر قدری که بود به جسد بی جان فرخنده موتر رانده و اونا را زیر موتر هم کرده. امیدوار هستم که دولت یک درس بخش از این انسانایی بده که اونا سرمشق آیندگان باشه. باز هم امیدوار هستم که آرامی و صلح و سلام در کشور ما مستقر گرده و این ظلم و بی‌عدالتی و کشتن و خونریزی و ترور و همه اینها برای ابد از جامعه بیچاره رخ بمانه. دوستا، هر قدر در عمق مسائل وارد میشیم اما قدر افکار آدم خرد میسازه. اگر به دست آورده این حکومت نظر پرتیم وحدت ملی، افسوس کی کلمه با این کلمه این انسان ها برای منافع شخصی خود چونی سوء استفاده ها میکنن. بولا کسی که امی وحدت ملی از اینا را، حکومت وحدت ملی را زیر با وحشت ملی نام گذاشته، اگر ما جایزه می داشتم حتما بخش از اینا امو جایزه را می دادم. ببینین در پارلمان چی سر و صدا هایست، چی حالت است، چی دشنام دادن هایست و چی موقف گیری های بسیار میانتهی و بیمنطق و به اساس حب و بغض و تنگ نظری هاست. یک وزیری که در عین شرایط است، فتن دو تابعه است یا ایست یا اوست، ای پس میشه، ای به ای رای میتن، مگر یکی دیگه که از یک زبان دیگه است با او تا آخرین لحظه اثر ستیز و زدیت پیش می آین. مگر
افغانستان به این نمی شکل آباد نمیشه. دوستای عزیز، از روزی که این پروگرام به وجود آمده ما گفتیم که ما باید یک دیگه خود را تحمل کنیم. هیچ کسی، کوچکترین فرد افغانستان از افغانستان بیجا کرده نمیتونه. افغانستان خانه مشترک تمام اقوام افغانستان است. افغانستان خانه مشترک هزاره، ازبک، بلوچ، تاجک، پشهی، ایماقی و غیره و غیره و غیره است. حال وقت زیر رسیده که ما باید یک دیگه خود تحمل کنیم. این نمی کشتی است، ما سرنشینان نمی کشتیم، بخش نجات از کشتی کار کنیم، نه که در این کشتی سوراخ‌های به وجود بیاییم که و از او سوراخ‌ها آب داخل کشتی شود و سرانجام همه امی کسایی که غار سوراخ در کشتی سوراخ ایجاد کردن ای هم در اوجا غرق شود. پس در خدای ناخواسته در صورت غرق شدن این کشتی همه از بین میره. اونجا باز کسی نیست که ما این کارا را کردیم در آخر یک منفعت خود گرفتم. نو تو هم به زبانتان تاریخ خفتیده میشی، تو هم محکوم تاریخ میشی، تو هم مورد نفرین و لعنت آیندگان قرار میگیری. در این مملکت هیچ کسی از هیچ کسی بهتر نیست. بهتر او کسی است که صادق است و خدمتگار جامعه افغان است. هر کسی که همین دو صفت به وطن خود دوست داشت، مردم خود دوست داشت، از صدق دل خاص بر رضای خدا و وطن و مردم خود کار کرد، او نمو بهترین انسان جامعه ماست. او به ما به تفاوت است که ای کی است، از کجاست. ما به این کارا، به این چیزای خرد و ریزه که خود از یک مملکت بزرگ به یک کوچه و محل و ولسوالی و قریه بسازیم، ما خرد معلوم میشیم، ما خود خرد میسازیم. زبانهای کشور ما غنای کشور ماست. دوستان، ما افغانستان یک وقت 39 زبان وجود داشت، حال او به 19 زبان پایین آمده. یعنی دیگه 20 لسان دیگه از افغانستان از بین رفت. آیا در ای از بین رفتن شما کدام منفعت کردین؟ یا فردن اگر در خانه و چیزای خوب قیمتی دارین 14 یا 16 تش از بین بره و به 14 دیگه که مانده به او افتخار کنین، این خوب است یا همیشه نگاه میکدین؟ دیگه بناهن ما نباید هیچ کدام ما علیه هیچ زبانه از تعصب و تنگ نظری کار بگیریم. یک چیزی در دنیا مروج است و ایست که هر فرد، هر پسر، هر کوچک، هر طفل از این کشور حق دارد که به زبان مادری خود تحصیل کند. این وظیفه حکومت است که به زبان مادریشان باید کتاب تهیه شود. ای به ما به تفاوت است که ای در مزار شریف است ازبکی تک گپ میزنه، از مادر بزرگوار و محترم ازبک و پدر عالی قدر ازبک به این دنیا آمده، او حق مسلمش است که به ازبکی کتاب بخونه. هیچ کس حق نداره که سر از او لسانای فارسی و پشتو و غیره را تحمیل کنه. بله، بعد از او که او نار یاد گرفت، یاد گرفتن زبانهای دیگر به خاطر غنامندی شخص خودش و به خاطر که با مردم خود تکلم کرده بتانه باید یاد بگیره. من اگر دو لسان یاد دارم، دو دوست دارم، دو برادر دارم، اگر یک لسان دارم با یک نفر تماس گرفته میتونم، با یک نفر ارتباط قائم کرده میتونم، کدامش بهتر است؟ اینجاست که افسوس است که ما خود بعض مواقع
خدای ناخواسته ای قدر خرد می سازیم که نه تنها که از پذیرفتن یک موضوع یک کلمه هم ابا می ورزیم. دوستای عزیز، من وقتی که در کابل بودم کوشش میکردم که با پای پیش مردم اهل معرف، مردم ادیب و شاعر و نویسنده برم و از دانش از اینا فیض ببرم. خوشی به من دست داد که در این سفر ما جناب سروری صاحب که او چندین کتاب نشته کردن و در مجل اخبار و مجلات مختلف کشور خصوصا صحیح غزنی مقالات به نشر رسانده با او چند لحظه مصاحبه داشته باشم و اونا را لطف کردن مرا به خانه خود پذیرفتن و یک پیشین بیاد غزنی و شهر زیبای غزنه طعامی با هم خوردیم که آلو بخارا و سرشک و چیزایش تا حالوز هم بیادم است. این مجلاتی بود که جنابشان به من لطف کردن و یک کپی زود دادن و اینا قصه هستن که با خون دل در مون شرایط ناگوار کشور از مبارزات فرهنگی شانه خالی نمی کنن و در هر انجمنی که هستن می روان تا بر نسل آینده یک چیز اثر بجا بگذارن. و ما به خاطر از اینکه به مصاحبه شما بفهمین که با چی شخصیت ما روبروستم ای نمونه بسیار کمه از فعالیت های فرنگی زناب و کتابایی که اول دیدین و همه کتابایی که جنابشان با زحمت فراوان برشته تحریر آورده و اونا را به ما به کتابخانه ملت افغان را کرده. جناب سروری سب از مدت مدید در معرف افغانستان بودن، در وزارت اطلاعات کلتور، در مسئله رادیو و تلویزیون و ایچیزا همه سهم فعال داشتن و در انجمنهای فرنگی غزنه و ایجا بسیار فعالانه پیش می دارد. حتی نظر به گفته خود جنابشان مدت به حیث والی شهر زیبای غزنه هم بودن. چند لحظه انشالله مصاحبه آماده میشه و با هم یک جا میریم مصاحبه جناب سروری صاحب استماع میفرماییم میبینیم و بعد از او در بخش دیگه پروگرام خدمت شما حاضر خواهد شدیم. بینده عزیز گران، قدر امروز سعادت به من دست داد که در مکرویان شهر کابل با جناب سروری صاحب ملاقات نمایم و چند لحظه در پای صحبت جناب بشینم و در مورد کارگرها و بعض فعالیت های کلتوری که اونا اینجا انجام میتن معلومات به شما ارائه کنم. جناب سروری صاحب لطفا خود معرفی کنین. تشکر صاحب، از نام عبدالاحد است، ستاک سروری، البته ستاک تخلص بسن سروری هم نام فامیلی است. من تقریبا 26 سال در بخش های مختلف فرهنگی در وطن کار کردیم، در وزارت مربوط به وزارت اطلاعات و فرهنگ و مدتی هم در رادیو افغانستان و مجله پشتونجر و زیادتر وقت کار ما در غزنی و باعث مدیر یا معاون روزنامه صنایع و همچنان مدیر کلتوری در بخش حفیات و تحقیقات تاریخی در غزنی سپری شده و یک مدت هم باعث شوروال غزنی و والی ولایت غزنی تقریبا 5 سال تا که بجایی نامت کار کرد.
زیاتر ما به ترمیم آثار تاریخی غزنی تلاش کردیم، مثلا منارهای غزنی و دیگر آبدات از سقوط نجات داریم. و فیلم در انجمن فرهنگی یکی به صنایع باعث مدیر مسئول حدیقت الحقیقه کار میکنم که نمونه شما اونجا مالای زفر بودیم و یک نشه فرهنگی است به صورت گانامه است گاهی که امکانات پیدا شد و نشر میکنه. و ما در انجمن فرهنگی یکی به صنایع کتاب خانه داریم و بعضی کتاب های هم در اونجا از طرف اعضا چاپ میشه که به صورت مجانی تقسیم میکنیم بین مردم. اگر سوال اگر داشته باشن، وضع کنونی کلتوری کشور یا فرهنگی کشور چطور ارزیابی میکنین؟ سر هر ولایت فرق میکنه وضع فرهنگی. مثلا مزار شریف نسبت به کابل یک محیط بهتر فرهنگی است، یا مثلا هرات نسبت به کابل بهتر است، یک اجتماعات از فرهنگی ها هست، یک تلاشی در بخش های مختلف ادبیات و تاریخ و فرهنگ مملکت هست. ولی در کابل و دیگر ولایات زیاد محسوس نیست، زیادتر مسائل جنگی است، مسائل تشویش ها هست، مسائل اقتصاد است، با این چیزا مصروف هستند. ولی به می یک دو ولایت بسیار خوب است، یعنی اطمینان است و یک جنبش فرهنگی که در اونجا احساس میشه. متاسفانه در کابل بسیار به صورت عام و وسیع و قابل توجه نیست، به صورت پراگنده هست. دیگر یک قابل تاسف است، مثلا به طور مثال پیشترم عرض کردم در کتاب خانه آمه کابل که میریم یک نفر یا دو نفر شیشتا کتاب میخوره، دیگر اصلا مراجعین نداره. در بسیاری کتاب خانه و مؤسسات فرهنگی همی مسئله مطرح است. بله. شما تا اصل چند اثر دارین و در مورد چی ها هستند؟ ما به چند اثری که چاپ کردیم شما ملاحظه فرمودین، اونجا هست، ایاد مامان است، عالم امر است و حدیث شریف است، شب نور است و اشعار است، کلام آوای دل و زیبای غزنه است که یک داستان حماسی از یک دختر جوان وطن است که در مبارزات علیه اشغالگران انگلیسی در بالای سار غزنی وظیفه توپچی را به دوش داره و او کتابش هم اونجا چاپ کردیم. متوقعی کتاب هایی که زیر چاپ داریم هنوز نبرامده زیر چاپ، مثلا قلعت غزنینه بخش دو میشه، با یک وسط زیادتر ترتیب کردیم یا زیبای غزنه و تقریبا 20-25 جلد دیگه کتاب هایی هست که هنوز بعضی آماده چاپ هست و بعضی چاپ نشده، ولی تکمیل هست و قابلیتی هست که باید چاپ شد. با امکانات مالی و با وسایلت هایی که میسر شود ممکن است که باید چاپ کنیم. شما کسی در کابل زندگی میکنین و کدام عاید بلخواستی هم ندارین، مصارف چاپ کتاب از کجا تمویل میکنین؟ خب مشکل همینجا است که ما خب تقریبا 30 سال در دولت کار کردیم و یک ماش تا قادر نارچیز میتر خب یک چیزی اواید از غزدی میت مجمد یک چند دکان است و مثلا خانه هست از اما یک اواید میت که میشه روزگار خود سپری کنیم و الحمدلله میگذره، خوب میگذره. خب این خود در مورد شماست که فضل خدا یک دوکان یا دو دوکان دارین، کسایی که ندارن و فرهنگی ها هستن اونا چی میکنن وقتی که یک چیز می نویسن در اتاق خود نگاه میکنن؟ مشکل نمی است، مشکل نمی است که وقت ها بود مؤسسه بیهقی، مؤسسه چاپ کتاب بیهقی، اکثر کسایی که نمی داشتن پول کافی او را وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ میکرد، بعد از اینکه او را خوب ملاحظه میکردن و آیت ها کنترل میکرد میدید قابل چاپ، اگر میبود چاپ میکردن. ولی حال اون مطرح نیست، اشخاص خودش میتونه اگر امکانات مالی داشته باشه کتاب رو چاپ کنه و اگر
نداشته باشه دیگه، بیشنه که تو از خداوند برش یک لطف کنه که واید پیدا شد. شما یک شخصیت فرنگی کشور از 39 سال در ایران کار کردین. حال طوری که دیده میشه کشور مورد یک تهاجم شدید کلتوری قرار داره، شما را چقدر اذیت میکنه و راه بیرون رفت از این معضله، از این سرطان چی است؟ ما فقط از طریق انجمن که داریم، انجمن فرهنگی اکیل سنایی، در این راستا کار میکنیم. در این بخاطر همین سوچکی فرهنگ ملی، بخاطر جذب یک تعداد جوان ها و سوق اونها و راستای خدمات فرهنگی ما این کار میکنیم. ولی آنقدر محیط وسیع هست، محیط یعنی مسائل فرهنگی و آنقدر پراگنده هست که یک نیروی قوی با کار است، مثل دولت باید توجه بکنه. در حالی که در قانون اساسی افغانستان مسئله حمایت از مؤسسات فرهنگی، از نهادهای علمی و فرهنگی جزء وظایف دولت است، ولی متاسفانه که توجهی از طرف دولت نیست. لحاظا ما در بخش خود در انجمن اخبار شما را که میخوانید، مسائلی که نمیخوانید، یا مثلا کنفرانس ها داریم، اجتماعاتی داریم، تماس ها داریم و همین مسائلی که شما فرمودین سر زمو کار میکنیم و او را پیش میبریم که همین چراغی که در وطن از قبل روشن بوده باید روشنتر شود. دیگر بسیار وسیع کار است و محیط هم پراگنده است. من هم به این عقیده هستم جناب سروری صاحب که در دولت کنم گوش شنوای وجود نداره که به گپ های شما یا به می تشویش های شما پاسخگو باشه. به نسل جوان چی توصیه دارین با واسه همه این مشکلاتی که دولت در بعد خودش در موضوع تهاجم فرهنگی سهیم است؟ به جوانا، به کسایی که علاقه به فرهنگ کشور خود دارن. مثلا سوال خوب فرمودن، چیزی که بسیار برای ما خوشایند است و چیزی که بسیار امیدوار کننده است، با وجود آمدن یک طبقه جوان در بخش سیاست، در بخش اقتصاد، در بخش ادبیات، فرهنگ، شعر و سایر مسائل تاریخی، یک با وجود آمدن یک نسل جوان با تعلیمات بسیار جدید و نهادهای بسیار نیرومند علمی است که در تلویزیون ها هم شما اگر مصاحبه جوانان دیده شنیده باشین و مشاهده کرده باشین، همین یک چی آمده، یک جنبش جوان ها در وطن آمده در همه بخش ها و امید است که نمی جنبش راه تکامل خود پیدا بکنه. و یقین داریم که وقتی که همین جنبش به مرحله عروج و تکامل خود میرسه، همین فرموده شما این مسائل حل میشه انشاءالله. جناب سروری صاحب، آخر سوال خدمت را عرض کنم. دور که دیده میشه دستای نامرمی به حمایه از کشورهای امسایه در افغانستان کار میکنه که ملت واحد افغانستان با فرهنگ مشترک که در اینجا هست اونا را به سمت ها و گروپ ها و زبان ها و منطقه ها تقسیم کنه. توصیه شما به چی است؟ ایرا معقول میدانین؟ ایرا مردود میدانین؟ خب با سوال ما شما رفت طرف سیاست. یکی از عواملی که دشمنای وطن یا همسایه ها اگر اون به حساب دخالتگرا در امور داخلی وطن خود حساب میکنیم، امیدشان به نفاق ملی از در افغانستان، امیدشان به اینمی تفاوت های قومی و لسانی و منطقوی است که اونا برشان دلچسب واقع میشه و در امی 30 سال یا 25 سال تمام کشکش های خود در امی راستا انجام میتن. ولی والی که من بیشتر خدمت شما عرض کردم، جوانایی که حالی ظهور کردن هم در بخش پشتو، دری، ازبکی، هزاره ها، همه این جوان ها یک وحدت ملی میخواهند، یک افغانستان کامل میخواهند. خیلی قابل دلچسپی است، خیلی قابل امیدواری است و امیدوار هستیم که این جوان ها بخیر روز شب که برای سیاست هم مست
مسلطیان بر اقتصاد مسلطیان و بسیار مشکلات ما حل میشه. ما در کلی زمین انجمن فرهنگی حکیم صنایع خود یک شورای باستانی داریم، شورای بنام رزنه، و در اونجا ما بهترین مظاهر از وحدت ملی را تمثیل میکنیم، با خاطر که از همه اقوام، از همه ملیت ها، از همه مردم افغانستان که در کابل زندگی دارند، حتی در ولایات، در مزار شریف، در چی بغلان، هرات، اینا دور یک شورا ابرای ما یک جای هستند. فقط هدف ما تامین وحدت ملی است، تامین هماهنگی از بین مردم افغانستان، چون یگانه راه نجات وطن همین مسئله وحدت ملی و تفاهم ملی است. دیگه امید است که جوانای کالیده ای راستا یک جنبش به وجود آوردن، انشاءالله تعالی که موفق میشن، و ممکن است که در انتخابات آینده ما اثرات مثبتی از اون را مشاهده کنیم در وطن خود. بله جناب سرور صاحب، یک جان تشکر. اگر احیانا دوست بخواه با شما در تماس شوه یا با انجمن فرهنگی تان در تماس شوه، از چی رو میتونن با شما تماس شوه؟ خب یکی خود نمرات تلفون است دیگه، ما فیسبوک هم داریم، انجمن هم فیسبوک داره و به نام خود ما هم فیسبوک است. اکثر دوست ها از کل جهان از انجمن به نام چی است؟ مرکز فرهنگی حکیم صنایع. مرکز فرهنگی حکیم صنایع و از خود ما هست به نام سروری عبدالعهد. بسیار خوب. در اینجا ما تمام مطالب همینجا هست، ارتباطات که تیمات هست در بسیاری فرهنگی ها در کانادا، در استرالیا، در امریکا، در داخل افغانستان، از این طریق که در ارتباط هست. در منطقه ما الحمدلله یک انجمن فرهنگی غزنی هم وجود داره و دوستای بسیار زیاد از غزنی هستند. انشاءالله که صدای شما را اونا خواهند شنید و با شما در تماس خواهند شدن و تا مشترکاً یک کار بخش غزنی و با مردم و با افغانستان عزیز خود انجام دهند. تشکر از این نهاد از طریق که شما ما اطلاع حاصل کردم، در حالی که قبلا باید ما برای ما میرساندن پیام خدا، پیغام خدا و موجودیت خدا در اونجا، فعالیت خدا میرساندن، و متاسفانه که اونا هیچ کتی ما تماس ندارن. ما با یقین که وسیله تماس ما شما شوید، ما با یقین امی پیام شما را به بورد یا کمیته خود انجمنشان میرسانم و این موضوع در تلویزیون هم پخش میشه و اونا از طریق هم میبینه و فردایشی که وقتی که تلویزیون پخش میشه در یوتیوب ما میمانیم و شما را انشاءالله همه اونجا خواهد دیدن و با شما تماس خواهد شد. تشکر. تشکر. یک جان تشکر از وقتتان، از لطفتان، طالب دعایتان هستیم. خداحافظ. موفق باشید. بینندگان عزیز و گرانقدر، امیدوار هستم که مصاحبه جناب سروری صاحب مورد پسند شما قرار گرفته باشه. این انسانای بزرگوار که زندگی خود وقف کلتور و فرهنگ کشور عزیز ما کرده و تعالی هم دست از مبارزه دست نکشیدن، خداوند به اینا قوت قلب و توانایی بیشتر بده تا که هرچی بیشتر اندوخته که دارن به نسل نو به ارمغان بگذارن. دوستان عزیز، اگر با اونا تماس شوین تا در مورد کتاب های دیگه که جنابشان در روی دست دارن در چاپ از اونا کار کنیم، یک انشالله که یکی از خدمت بسیار بزرگ به فرهنگ و کلتور جامعه افغانی خواهد کرده باشیم. دوستان عزیز، کتاب جناب غبار صاحب ورق می دادم، در آخرین صفحات زون یک شعر بسیار بسیار پرسوز و هیجانی و با شرایط کنونی افغانستان بسیار زیاد مطابقت داشت. حیران ماندیم که اقدر سال قبل این فجایع، این ظلم و ستم و ناروایی که در حق این ملت مظلوم و بیچاره روا بود و این فرهنگ ها، این
قلم بدستا، ای شعرا، ای ادبا، ای روشنفکرا در مقابل عزیز ظلم و استبداد مبارزه کردن، صدای برحق ملت زنده نگاه داشتن. چطور بعد از اینقدر دهها دهه باز هم عین امو آش و امو کاسه است؟ امی دو موضوع را از نظر دو شاعری که چند دهه پیش زندگی میکرد و صدای خود به شکل به این شکل بلند کرده بود و شاعری که آکن در قید حیات است و حالات کشور شرح میتن مقایسه میکنیم و بعد از او با مصاحبه با پای صحبت یکی از شعرهای بسیار خوب کشور خود که خداوند صحتشان اعاده کنه و قلمشان امت و توانا و رسا داشته باشه تا دیگه هم امت و شعر اشعار بنویسه. در او وقت یک شاعر روشن فکر در بین این ویرانی و انهدام کشور جوانان را به مبارزه دعوت کردند. دعوت کرد و گفت، ای فقط کپی از کتاب جناب غبار صاحب است، مرحوم غبار صاحب، و این مضمون در تحت عکس العمل ارتجاع است، یعنی در مقابل ارتجاع نسل جوان یا نسل روشن فکر چی عکس العمل در او وقت نشان دادن. میگه تا کی از جور و ستم شکوه و فریاد کنید؟ تا کی از جور و ستم شکوه و فریاد کنید؟ سعی برهم زدن منشه بیداد کنید. دست ما دامن تن باد جوانان غیور، دست ما دامن تن باد جوانان غیور، که از این ذلت و خواری همه آزاد کنید. یعنی از این ذلت و خواری همه آزاد کنید. صد هزاران چون منت آتش بیداد بسوخت، که از این ذلت و خواری هم آزاد کنید. صد هزار چون منت آتش بیداد بسوخت، ننشینید زپا دم بدم ارشاد کنید. فتنه انگیخته تبعیض نجادی در خلق، فکر آینده ملک خود و اولاد کنید. فکر آینده خود و اولاد کنید. چند اسخوان نهم سرخوش و شیرین آمده کامند، گریه بر فاقه کشان خود و فریاد کنید. خانمان کرد تبه تا شود آباد خودش، خانه ظلم و ستم یک سره برباد کنید. ای جوانان ستم مرتجعان چند کشید؟ تا بکی رحم بر این دسته شیاد کنید؟ ننگ دارد بشریت از این کهنه رژیم، ننگ دارد بشریت از این کهنه رژیم. طرح ویرانی این بنگه زبنیاد کنید. آشیان هم مرغان ز ستم آتش زد، آشیان هم مرغان ز ستم آتش زد. قصد آتش زدن خانه سیاد کنید. ندهن گاه ارزش به حقوق بشر. تکه بر خود و بازوی چفولاد کنید. غازه سازید زخون شاهد آزادی را، تا ز خود روح شهیدان وطن شاد کنید. سوخت ای ام نفسان
سوخت ای هم نفسان آتش استبدادم، شرح این سوخته را بر همه انشاد کنی. چشم امید من به تو نسل جوان دوخته ام، چشم امید به تو نسل جوان دوخته ام. رفته باشیم از این ورته زما یاد کنید، رفته باشیم از این ورته زما یاد کنید. میبرم در دل زار حسرت آزادی را، میبرم در دل زار حسرت آزادی را. کاش خاکم بر سر سایه شمشاد کنید. شعر من لاله باغ دل خونین من است، شعر من لاله باغ دل خونین من است. مهوشان زیب لب و حسن خداداد کنید. هر کجا لاله رخی با قدر سرو دیدید، هر جا لاله رخی با قدر سرو دیدید، یک نفس یاد از این جلوه ناشاد کنید. ببینید دوستا، توجه همه به طرف جوان است که نجات کشور در دست جوان است. ای کسایی که ملت به خون میکشه تا خودشان آرام و فربه و فربی تر شوند، جز چاره ای که در صد نابودی از اینا اقدام شود، دیگر راه نجات وجود نداره. ای صدای یک شاعری بود که چندین دهه قبل صدای خود بلند کرده. امروز شاعر دیگه، شاعر امروز ما چی میگه؟ تحت یه وڑوک داستان، ده سهار تر ماشام جریدم، ده خپل کاله پسلگو ننواتلم، خپل کاله تا پسلگو ننواتم. مالی دل هر خواه سیلم بیوی، مالی دل هر خواه سیلم بیوی، ده ظالم کرگی ده ورانشی جریدم. چه وارم ماشمان، چه وارم ماشمان پیوینو رنگ شول، خپل مسکن را تصور اور شو تخته دما. نن حق خلق زما پجون کری لوبه، ملا ترلی وای، ملا ترلی وای، بیاد ما توما. اید علم پل باس آراست زوانا، اید علم پل باس آراست زوانا، اید وقت پا مجموری و کسرگردانا. ده دشمن جانان دشمن دی خبر شا خبردار شا، ده دشمن جانان دشمن دی خبردار شا. در نیو نسی برای پده میدان، کد خپل آینده غواری چششی، کد خپل آینده غواری چششی. ده حساب وقت دی راغلی پا ما گران، بیا و نوایی چه گرنگا تو خو چپ وی، بیا ونه وایه گرنگا تو خو چپ وی. ما می فرض کرده پخپل زای نشی نادان. دوستان عزیز، جناب گرنگ سر یکی شعرهای دیگه که با تن بیمار مگر برای نجات کشور دلش می تپه، آه و فریاد ملته بروی کاغذ تحریر میکنه و به شما تقدیم میکنه. بهتر است که به سلامش بریم و مصاحبه را که با اونا اختصاص خاص به تلویزیون ایمان اختصاصی تهیه کردیم، او رو با هم مشنویم. اگر اشعار از اونا باقی مان، در پروگرامهای آینده حتما خدمت شما تقدیم میکنیم. امیدوارم مصاحبه خوشتان بیاید. این هم شما و جناب رنگ سب. قدرمان لیدون کو پا سلامون و شیچارمون مانزم، خوشحالم چه بیا هم استاسا پچو پرکیم. نن بخت یاریو که او آغا هیلا چه لدید مودیم پر لکو چه جناب رنگ سب سر او گرم او دی شیرون سبت کم در زمین مسایده شا او زیدی سلام تراغلم. او نمیو گوختل چه تاسو قدرمانو فرنگ پالو تا دخپل
څو پارچه شعرونه ولولي او تر هغه چې تاسې او زه په ګډه ترنه خوند واخلو. جناب رنګ صاحب ډېره مننه چې تاسې لطف وکړو او حاضر شوئ چې خپل څو شعرونه موږ ته ثبت کړئ. که څه ویل لرئ مخکې له دې مایکروفون تاسو په اختیار کړئ. صاحب صاحب، هر څه نه دې مخکې خو تاسو ته ښه راغلاست شویم چې دې غریبانه جونګړې ته مو تشریف راوړو او زه ډېر خوشحاله یم ستاسو په لیدلو باندې ډېر خوشحاله یم. نو زه خو اول د هر څه نه ستاسو په لیدلو بیا ستاسو په تشریف اورېدم جونګړې ته ډېر زیات خوشحاله یم. تشکر، مننه. او دا چې نن تاسو سره یم، زه خو یو د خپلو نه خلاص سړی یم، په کور کې پروت سړی یم، فقط زما تسل زما په شعرونو دی. یو نیم کله دا د زړه براس دا د خپل وجداني وظیفې په خاطر په دې شعر کې راوباسم. خو رښتیا هم دا ده، چار انسان په هر وخت کې که وغواړي او وجدان ته متوجه شي، کوي شي چې هغه خپله دنده دي او خپل وطن ګران هېواد په هغه کې سر ته ورسوي. خو زه نور څه نه لرم، دغه یو شعرونه دي او کله کله وایم. مهرباني وکړئ کورم والا، زه نو غواړم چې دلته مې دغه نن په یو شعر ولیکلو چې هغه داسې و: غل په وښو پاوهو، غل په وښو مل در تیار خده، او پیالو د شهدو نه خو زار خده، مخکې د جار او شاته پښې چې وهي، مخکې د جار او شاته پښې چې وهي، د داسې خپل نه د اغیار خده، او پیالو د شهدو نه خو زار خده. قدم چې ږدي په وړاندې ښه وګوره، قدم چې ږدي په وړاندې ښه وګوره، تل د اغزو نه ځان کنار ښه دی، او پیالو د شهدو نه خو زار ښه دی. چې د دیدار حلقې ته سم دروي، چې د دیدار حلقې ته سم دروي، داسې ملګرو نه خو مار ښه دی، او پیالې د شهدو نه خو زار ښه دی. په غریبۍ پسې به نه ځي اصلیت ګوره، په غریبۍ پسې به نه ځي اصلیت ګوره، چې وي کم اصل ترې فرار ښه دی، او پیالې د شهدو نه خو زار ښه دی. ګلان خو ټول وي خوشبویي ګوره، ګلان خو ټول وي خوشبویي ګوره، او ګل د جنګي نه خو بیا خار ښه دی، او پیالو د شهدو نه خو زار ښه دی. د ګڼو ونو چې ځنګل ترې جوړ وي، د ګڼو ونو چې ځنګل ترې جوړ وي، ستا په دیره کې یو چنار ښه دی، او پیالې د زهرو نه خو پیالې د شهدو نه خو زار ښه دی. او رنګ د ملګری شیرونو خود ما شتری خود اغلطه یو دانه عنوان می پیدا که دی درد پا نامه بس ولیم شم ده قدرتا ول ول ابتا لطفو که دی درد دردونا پا درد من دیری دی، سوی اهونا سوی آهونا پا لمن دیری دی، زما غزل او بگته چکوی، زما غزل او بگته چکوی، ګوره بورا چې په چمن تیریږي، او سوی اهونه په لمن تیریږي، خړ خړ لوګي سری سری لمبې بلیږي، خړ خړ لوګي سری سری لمبې بلیږي، دوری لوخړې په وطن تیریږي، سوی اهونه په لمن تیریږي. چا چې په ما باندې ظلمونه کول، چا چې په ما باندې ظلمونه کول، حسک شو د غرونو
په دامن تیریږي او سویاهونه په لمن تیریږي. او د مور یو ګلول غلبیل غلبیل کړو، د مور یو ګلو غلبیل غلبیل کړو، شوله درک ټول په کفن تیریږي او سویاهونه په لمن تیریږي. په سترګو پټو بې خبرو خلکو، په سترګو پټو بې خبرو خلکو، او ستاسې نوکونه په مدفن تیریږي، سویاهونه په لمن تیریږي. هغه چرسی چې کنډوالو کې ناستو، هغه چرسی چې کنډوالو کې ناستو، اوس پایکونه، اوس پایکونه په چمن تیریږي، سویاهونه په لمن تیریږي. او رنگ شوی، رنگ شوی ته زور تا تانه څه نه جوړیږي، رنگ شوی ته زور تانه څه نه جوړیږي. ښکلي ځوانان نن په باغ و بڼ تیریږي، سویاهونه په لمن تیریږي. ډېره ده، ډېره ده. قدرمن لیدونکو ډیره بخښنه غواړم، کله چې تاسو په کابل کې راستئ یا په افغانستان کې استئ، هغه بله دنیا ده، هغه څه چې تاسو غواړئ هسې نه کیږي. کله چې جناب رنګ صاحب سره وم، سمدلاسه برقونه لاړل او موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. موږ تل ویلې چې د خپل اراده د بل چا په لاس کې مه سپارئ. افغانستان ډېر برق اوبه لري، سیندونه لري، دا لري، مګر د موږ بعد د ازبکستان نه تاجکستان نه راځي. دای نمونه خو واده در کوو چې جناب رنګ صاحب مصاحبه له سر نه تر اخره پورې په بل پروګرام کې به انشاءالله تاسو مبارک حضور ته وړاندې کړو. تر هغه شیبې پورې تاسو په خدای سپارم. زه یو دوه پروګرامه به انشاءالله په سفر کې اوسم، لطفا ما ته د خیر دعا وکړئ، زه به تاسو ته د خیر دعاګانې وکړم. نو په پاک الله م سپارم، خدای ملو ساتندوی اوسه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا پروگرام به سبا په یوټیوب کې انشاءالله وګورئ. السلام علیکم.